درود و درود. میریم برای ورزش های امروز. بهتون گفتم ما هر روز مجبور نیستیم یه نوع ورزشی یه ورزش دیگه بکنیم، بلکه ورزش هایی هست که برای اینکه تاثیر بیشتری هم روی آناتومی بدن ما بگذارن، باید که اونها رو حداقل برای 30 روز تکرار کنید. یعنی شما میتونید پکیج های ورزشیتون رو هر 1 ماه تغییر بدید یا هر چند ماه، بستگی به خودتون داره. اما یه ورزشی هست که اساس کار ورزش برای گرم کردن بدنتونه، اونا رو خودتون میتونید تنظیم کنید که میخواید بدنتون بیشتر با کشش دستتون گرم بشه یا با بیشتر با حرکت های پاتون. من وقتی ورزش هم شروع میکنم با هر دو حرکت رو، یعنی هر دو هم پاهام و هم دستام رو حرکت میدم، شکمم هم همیشه میدم تو، کف لگن رو میبندم و سعی میکنم که برای حفظ تعادلم صاف وایسم، روی پنجه های پاهم انگشت نشستم رو تنظیم میکنم، پنجه های پاهم و انگشت دیگر میذارم به طرف بیرون. سعی میکنم که الان هر یک بند انگشت پاهم رو حس کنم، بعد بالاتر کف پنجه های پاهم میام به این صورت، دوباره کف پاهم پاشنه پاهم. مرچه پا، ساق پا، زانو، رونم، میام قسمت بالاتر، کف لگنم رو محکم میبندم، شکمم میدم تو، دو تا دستم میذارم دو طرف بدنم تو این استخونهای پهنو، سعی کنم خودم رو تا اونجا که میشه بکشم بالا، بدنم رو چرد، شونم رو میجرم میکنم، میدم بالا، میدم عقب، گردنم، حالا هر بند انگشتامو میکشم، انگشتای دستامو، انگشتای پامو فشار میدم زمین، انگشتای دستامو میکشم، انگشتای دستامو میکشم، میرم بالا، میرم پایین، میرم بالا، میرم پایین. حالا وقتی این حالت با این نیلگی میکشم خودم و شکمم توی کف لگن رو بستم، شست پامم زمین دارم فشار میدم، میارم به طرف بیرون که برعکس جهتی باشه که همیشه توی کفشم قرار میگیره، میکشم خودم، وقتی میکشم به این صورت چه خودم هم جمع میکنم، گردنم هم داره ورزش میکنیم، انگوشه این دستم هم همیشه حواسم هست که بکشم خود و بعد میام همه. یک، دو، وقتی میخوام بیام جمع کنم خودم باز میکشم بالا، بیام فقط 1 2. این برای ورزش قفس سینه، ریم حرکت میکنه، شکمم، همه بدنم. من وقتی یه حرکت ورزشی رو انجام میدم برای همه قسمت های بدنم، روی یه قسمتی بیشتر فوکوس میکنه ولی برای همه قسمت های بدن. بعد مجددا همیشه یادتون باشه پنجه پاتون رو چجوری بگذارید، پاتون رو چجوری قرار بدید، هم مدام به این فکر باشید با به ورزش کردن که پاتون صاف قرار گرفته باشه، ستون فقراتتون هم صاف. 2 3 4 ببینید به این صورت میکشم، 5 6 7 8 9 10. دوتا بازوی دست من درگیر ورزشه، شکمم هم دادم تو، کمرم داره میره، کمرم و چرخوندم به کمک دستام، شکمم هم دادم تو. حالا دو تا دستم رو دو طرف میکشم به این صورت، 1 2. حالا وقتی این چرخش رو انجام میدم پام کاملا کشیده شده، شکمم توی کف لگن رو بستم، خودم رو میکشم بالا و میکشم به طرف دیگه، 2 3. باز مجددم، 1 2 3 1 2.
چقدر که کشیش رو دارم انجام میدم، سعی میکنم دو تا دستم هم در امتداد شونم قرار بگیره، انگشتان کاملا کشیده میشه، یک دو سه تا اونجا که میتونم خودم رو میکشم، بعد میچرخم دوباره ایستم، یک دو سه. صبح حتما 5 دقیقتون رو ورزشتون رو برای این بگذارید که بدن رو از همه سمت‌های مختلف بکشید، به دو طرف پهلو، دست و پا با هم. ببینید وقتی این حرکت رو انجام میدم، این کشش رو از این دو که واقعا از این دو که چون میگم مغز سرم سر از جا بکشم، گردنم کشیده بشه، این قسمت وقتی کشیده میشه باز وقتی میچرخم و جمع میشه به ریم فشار میاره که ریم ورزش میکنه، شکمم هست، این قسمت پام، زانوم، مچ پام، پنجه پام، کف پا، همه داره کشیده میشه و بعد میچرخم مجددا به این صورت، یک دو سه چهار پنج، حالا تا هر چقدر که میتونید خودتون رو میچرخونید، مجددا این سمت هر چقدر میتونید خودتون رو میچرخ کنید و بعد برمیگردید. حالا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت یادتون باشه، منم سعی میکنم هیچ وقت یادم نره، خودتون رو زیاد به طرف عقب وقتی ایستادید نه نبرید، دست رو به طرف عقب فشار بدید ولی بالاتر رو به این صورت به طرف عقب نبرید. توی یه سنی بعضی از ورزش ها رو باید خود مواظب باشید برای حرکت و اصلا خوب نیستش که شما زیاد پاتون رو کمر رو خم کنید، مگه اینکه روی شکم زمین خوابیدیم این کار رو انجام میدید یا بعضی حالا حرکت های دیگه ورزشی که انجام میدیم، اما بیشتر سعی کنید این حرکتی که بدن به طرف عقب بره رو با دستاتون که حرکت میدید بیشتر بکشید عقب، ولی وقتی که صاف وای میسید سعی کنید خودتون رو بکشید بالا. همیشه برای شونتون این ورزش ها رو انجام بدید، چون وقتی شما این حرکت ورزش رو انجام میدید شستتون رو بگذارید، دستتون رو اگر میتونید صافش کنید، این پا رو شست رو صاف نگه دارید، انگشتاتون رو صاف و صوف کنید، پاتون صاف، پاتون، زانوتون، بدن رو صاف بکشید، دست رو بیارید و بعد آروم این دست رو ببرید، یک دو شکم بدید تو، سه چهار پنج. وقتی شما دارید این حرکت رو انجام میدید به زانوی شما فشاری که میاد بیشتر اینه که داره پشت زانو رو صاف میکنه، ماهیچه پشت زانوی شما رو تقویت میکنه. بعد دستتون رو بذارید به زانوتون، زانوتون رو هم کنید، یک باشید. روزی 20 بار باید نشست و برخاست رو انجام بدید، یک دو میتونید برای خودتون نشست و برخاست رو تقسیم بکنید، چند روز توی چند بار توی روز انجام بدید، 10 بار صبح انجام بدید، 10 بار بعد از ظهر انجام بدید، وقتی تو آشپزخونه دارید کار میکنید چند بار بشینید تو پاشید، وقتی پشت میز کارتون هستید بلند شید و چند بار نشست و برخاستتون رو انجام بدید، بستگی به خودتون داره، فقط سعی کنید تمرین نشست و برخاست رو حتما انجام بدید. حالا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده، یک
حتما سعی کنید نزدیک دیواری جایی باشه یا یه صندلی کنار دستتون باشه که اگر یه دفعه داشتید تعادلتون رو از دست میدادید صندلی به صندلی خودتون نگه دارید که نیفتید. شکم بدید تو خودتی رو بکشید بالا چون پنج دو سه چهار پنج شکم بدید تو خودتی رو بکشید بالا با انگشت های دستتو بازی کنید. ببینید این انگشت ها رو بکشید، حواستون به انگشت های پاتون هم باشه. حالا چند تا حرکت طبق معمول حرکت انجام میدیم روی دوشت که بیشتر سعی میکنیم که الان ایستاده بودیم، حالا یه چند تا حرکت انجام میدیم که پاهامون رو بالا نگه داشته باشه. پشتتون رو بذارید روی زمین، شودتون رو سعی کنید که روی زمین قرار بدید، شکم بدید تو، کف لگن رو ببندید، پاها رو بیارید بالا، صاف قرار بدید پاها رو. حالا دستتون رو وقتی بخواید زمین بگذارید یک مقدار بالاتر از شونتون قرار میدید، بعد بند انگشت رو روی زمین فشار میدید، دردارتون رو صاف قرار میدید، شکم بدید تو. حتی تو این حالت بدون اینکه هیچ حرکتی بکنید میتونید بمونید، تو این حالت بمونید و بعد یه دو تا سه تا حرکت ساده تر انجام بدید و ورزشتون رو تمام بکنید. اما وقتی دارید به این حالت میمونید، حتی میتونید پاتون رو به دیوار تکیه بدید، دستا رو دو طرف خوب بکشید تا اونجایی که امکان داره، انگشتاتون رو روی زمین فشار بدید، گردنتون رو صاف نگه دارید، چکم بدید تو، کف لگن هم ببندید. حالا 20 بار موزک پا رو به هم بزنید، یک دو سه. مجدداً پا رو صاف نگه دارید، برای این شد خودش یک دقیقه. بعد کار دیگه که شما میکنید، گفتم هر روز صبح یه چند دقیقه سعی کنید یه حرکت رو هم تند انجام بدید. همین حرکتی که اینطوری میگم یک دو سه میتونید با سرعت تر انجام بدید، اینو با سرعت تر انجام بدید و بعد حتما این کار رو یک دو سه چهار شش هفت هشت نه ده سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یک عرق کردم. شما باید عرق کرده باشید. اگر شما موقع ورزش کردن حرکت های کششی رو درست انجام بدید، حتما عرق میخورید. سعی کنید وقتی میخواید پاتون رو حرکت بدید حتما صاف کنید، بکشید این پاها رو، بکشید. درسته که اسمش به این حالت میگن دو چرخ زدن، ولی تو دو چرخ زدنش با پامون رو خیلی صاف که نمیکشید. حالا شما سعی کنید صاف بکشید، هرچند اگر که شما سایز دو چرختون اندازتون باشه و درست باشه، میبینید که پا کشیده میشه. هرچی که پا دایره حرکتش بیشتر باشه بهتر حرکت میکنه. وقتی شما این حرکت رو انجام میدید روی شکم شما هم تاثیر داره و ورزش مناسبی با بکشید. حالا بیاید برای یک دو سه میبینید وقتی این حالت رو دارم شکمم هم میکنم تو، سعی میکنم پام بدنم رو بلند کنه.
الان گردن رو داره حرکت میکنه، تمام اعضای بدن من الان در حال ورزش کردن و کشش. حتما شما پشت زانوتون رو، حتما روزا پشت زانو رو ماساژ بدید، پشت زانو رو ماساژ بدید. و اصلا وقتی شما بدنتون رو ماساژ میدید، اگر یه اتفاق ناخوشایندی هم بخواد بیفته، هر چیزی رو شما وقتی ماساژ میدید با بدنتون آشنا هستید، قبل از اینکه مشکل جدی پیش بیاد خودتون میتونید حس کنید که چه اتفاقی داره میفته. حالا پاتون رو بذارید رو شکمتون، بدن رو جمع کنید، یک بار بکش، یک دو سه چهار. دستمو میذارم پشت زانو، یه خورده فشار ماساژ میدم، بعد فشار میدم زانومو خم میکنم، بدنمو بلند میکنم، گردنم کشیده میشه، ستون فقراتم کشیده میشه، کششی که لازم هست برای پشت بدنم رو به این صورت ایجاد میکنم، چون دارم پا رو فشار میدم تو، بدنم هم فشار میدم بالا که سرم به زانو بخوره، شکمم هم دادم تو، پس کشش این پشته. کشش لازم، یک دو سه چهار پنج. یک بار دیگه، ورزش میکنیم تا سالم بمونیم، بعد زیبایی بعدش میاد. هر اتفاقی که برای بدن ما افتاده سالیان سال طول کشیده، پس بهش فرصت بدید تا کم کم به اون حالت مطلوبی که شما میخواید و باید برسه. هیچ وقت فراموش نکنید که از سن 60 به بعد اگر ما نسبت به قدمون کمی اضافه وزن داشته باشیم خیلی خوبه. این اضافه وزن ما یعنی اون ماهیچه‌ای که آب نشده، یعنی ماهیچه‌ای که و اینکه استخونامون پوک نیست. هرچی که ما وزنمون کمتر بشه با بالا رفتن سنمون، به خاطر پوکی استخوانمونه و به خاطر اینکه ماهیچه‌مون آب میشه. و باید که ما توی از این یعنی از سنی به بعد نه ما گرسنه میشیم نه تشنه میشیم، باید آب رو به زور بخوریم، یعنی نه که به زور، با برنامه داشته باشیم بخوریم و با برنامه غذا بخوریم. به این صورت شما میتونید همیشه مطمئن باشید که حفظ سلامتیتون رو انجام دادید و اون چیزی لازمه برای بدنتون بهش رسید. این حالت رو حتما انجام بدید به صورتی که حس کنید دارید ستون فقرات رو میکشید، گردنتون رو بکشید، صاف پاهاتون رو قشنگ توی بدنتون خوب نگه دارید و پاهاتون هم صاف بکشید. هر چند لحظه دقیقه که میخواید چند بشمارید، 10 تا 20 تا 30 تا ثانیه نگه دارید و بعد مجددا ورزش دیگه ای که ما هر صبح هم به شما میگم ورزشی که انجام میدید اینه که با یه حرکتی که مناسب تشخیص میدید برای خودتون خوبه با اون حرکت تموم کنید. همه حرکت های کششی که تو بدن ما انجام میدیم با حالت های مختلف که درست هم انجام بشه تو زاویه هایی که با بدن همخوانی داره، همه اینا حرکت های یوگا هستن و حرکت های یوگا بیشتر از 1500 حرکته. پس هر حرکتیش رو که دوست داشته باشید، چون بالاخره یه حرکت هایی هستش که برای بدن شما لازم داره، بیشتر به بدنتون میخوره یا شما بیشتر دوست دارید. مثلا خود من این حالت رو خیلی دوست دارم. همیشه برای شروع تمرکزم خودم میخوام انجام بدم یه مدت به این صورت میشه. این حالت که شما به تک تک اعضای بدنتون
تسلط دارید و بعد این پا رو که میخواید بکشید صاف کنید. میبینید توی این مثلث چجوری کشش لازم انجام میشه و میتونید به کمتر چیزایی فکر کنید و مغزتون یه خورده استراحت کنید. اینم برای ورزش های امروزمون بود. یادم باشه، یادتون باشه، همدردی داشته باشیم. هر جا که برنامه هاشون رو میبینیم، حتی اگر حوصله ندارید نگاه کنید، بذارید یه خورده به قول معروف بچرخه، شما به کارهای دیگه‌تون برسید، لایک بکنید، یک کامنتی بگذارید، حتی اگر شده بنویسید روحشون شاد. خسته نباشید، چون دارن تلاش میکنن که اینها داستانهای واقعی ماست، اینها واقعا زینب ها و رقیه ها و حسن و حسین های ما هستن. و بعد همبستگی رو با مادران داغدار فراموش نکنید. نباید داغدار بشیم خدای نکرده تا همبستگی پیدا کنیم. قبل از داغدار شدن همبستگی داشته باشیم. روز و شبتون به خیر و شادی باشه، کسبتون پر برکت باشه، دلتون شاد باشه، هر جا که هستید در امن و امان باشید.